چرا ساعتی پیش با یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد در میان گذاشتم. آقای جانسون به متحدانش حداقل داره میگه که در انتخابات سال 2019 14 میلیون رای دادن بهش و در نتیجه تا زمانی که رای مردم بریتانیا نه اعضای حزب یا پارلمان بر علیهش ثبت نشه نمیره. این حداقل حرفیست که داره به دیگران میگه. مشکل این بحث اینه که اگر امروز انتخاباتی در بریتانیا صورت بگیره، احتمال اینی که تعداد زیادی از نمایندگان حزب محافظه‌کار کرسی‌های کنونیشون رو حفظ کنن بعیده و تصور اینه که حزب کارگر بین 8-10% جلوه در رأی عمومی. امید آقای جانسون اینه که این بحران رو پشت سر بگذرونه و در یه فاصله ای تا 2 سال آینده شاید بتونه موقعیتش رو تقویت کنه. ولی گذشته از این که خیلی از یاران بسیار نزدیک آقای جانسون یا اونایی که بسیار نزدیک بودن بهش ازش میخوان که استعفا بکنه، همینطور میبینیم که نظرسنجی‌های هم منتشر میشه. مثلا تازه ترینش از یوگاو بود که میگه حدود 54% از اعضای رای دهنده حزب محافظه کار، حزب آقای جانسون، میخوان که ایشون کنار بره. گذشته از این که تعداد بسیار زیادی اکثریت در واقع در بریتانیا همین خواسته رو دارن، آیا این چیزا براش اهمیتی داره؟ ببینید، ایشان مصره که بمونه در مقامی که داره، نخست وزیر بمونه و در نتیجه یا گوش نمی کنه به این آمار دقیقی که الان چند ماهیست تغییر زیادی هم نکرده، یا اینکه حتی به خودش برای خودش این تصور پیش آمده که اشتباه اینها یا قابل حل این قضیه. بحران سیاسی جاری زمانی کلید خورد که دقیقاً وزیران دارایی و بهداشت که بسیار نزدیک بودن و از وزرای عمده کابینه محسوب میشن، با اعلام اینکه دیگر به نخست وزیر اعتماد ندارند از مقامشون کنار رفتن. چه چیزی از شما خانم میزر، چه چیزی اون قطره آخر بود که کاسه صبر این دو وزیر عمده کابینه رو لبریز کرد طوری که تصمیم گرفتن سرخوردگیشون رو علنی بکنن و کنار برن؟ نامه به اصطلاح وزیر دائم، پرمننت سکرتری، وزیر دائم وزارت خارجه در رابطه با اتهام‌های قبلی که آقای پینچر بهش مطرح شده بود، نامه او به کمیته انضباطی پارلمان اگه بخواید آخرین ضربه بود. با نامه این وزیر دائم که الان دیگه بازنشسته شده، مشخص شد که چنین چیزی نبوده، گزارشی تهیه شده بوده، این گزارش به شماره 10 داونینگ استریت رفته بوده و شخصی مشخصا در این رابطه با آقای جانسون صحبت کرده بوده. دفاعشان اینه که فراموش کرده بودم این قضیه رو. ولی اگه نهایتاً خانم میزر، نهایتاً آقای جانسون تسلیم این فشار فزاینده بشه و کنار بره از مقام نخست وزیری، فوقش حزب محافظه کار توی پارلمان، نماینده های این حزب بیان و رأی عدم اعتماد بدن به ایشون و اون رو کنار بزنن، بعدش چی میشه؟ چه کسی میتونه جایگزین او بشه؟ تعدادی پیداست از حالا دارن خودشون رو آماده میکنن. برخی مثل ریشی سوناک یا ساجید جاوید مشکل دارن برای اینکه خیلی دیر اگه بخواید خودشون رو جدا کردن، ولی پیداست کارزاری شروع شده. بعضی ها از آقای بن والاس صحبت میکنن، وزیر دفاع، که گویا محبوبه در حزب محافظه کار. ایده ای از آقای ستیو بیکر صحبت میکنند، ایشان محبوبیتی مخصوصا در جناح مدافع برکسیت داره. ایده ای از شاید خانم لیز تراس وزیر خارجه کنونی صحبت میکنند. کاندیدهای زیادی مطرح خواهد شد. آقای جانسون داره نماینده های حزب محافظه کار رو به نوعی تهدید میکنه که ممکنه بره پی انتخابات زودرس. این رو در حقش هست، یعنی این کار رو میتونه بکنه.
در چنین شرایطی حزب محافظه‌کار حتما حدس اینه که میبازه. ولی فراموش نکنید که عده‌ای از نمایندگان حزب محافظه‌کار که الان دارن علیه آقای جانسون صحبت میکنند، کسانی هستند که نگران از دست دادن موقعیتشون به عنوان نماینده مناطق مختلف هم. ملکه میتونه جلوی این کار رو بگیره، ولی بریتانیا رو وارد یک بحران قانونی در رابطه با مسئله رابطه مشروطه و دولت خواهد کرد که همه نگران کننده است. با یاسمین میزر صحبت می کردم، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد انگلستان، اینجا لندن است، رادیو بی بی.